دوباره خوش آمدید عزیزان، ادامه برنامه ابن سینا هست و ما هم دکتر صاحب نجیب الله شیرزاد متخصص امراض داخلی عمومی هستند که در رابطه با معرفی غده تایروید و همچنان بخصوص امراض کوره درگیر می سازه، من جمله امراض که درگیر می سازه عبارت از کمکاری غده تایروید می باشه یا هایپو تایرویدیسم می باشه که در این رابطه با شما صحبت های دارن و قبل از وقفه هم یک معرفی و اسباب خود کمکاری غده تایروید برتون معرفی کردن و فعلا هم می خواهیم ازشان بپرسیم که دکتر صاحب چگونه یک فرد بدانه که مبتلا به کمکاری غده تایروید شده، یعنی غدهش کمکار شده و آیا نزدش کدام مرض علائم ایجاد میشه یا خیر؟ خیلی خوب، در بس نشانه های غده تایروید بخصوص کمکاری ازی، اگر فرد مبتلا میشه به کمکاری غده تایروید یک سلسله نشانه های در نزد فرد به وجود میاد، یک سلسله شکایت های در نزد فرد تبارز میکنه که به این آگاهی باید داشته باشند. در اکثریت موارد تحقیقات که انجام شده بیشتر این مورد اشاره هم کرده که در مراحل مقدماتی یا در مراحل اولیه که فرد مبتلا میشه به کمکاری غده تایروید اصلا نشانه وجود نداره، برای در زمانی که پیشرفت میکنه این پروسه بعد از یک مدت زمان میتونه یک سلسله اعراض نزد فرد ایجاد شود. از جمله اعراض که نزد فرد ایجاد میشه کم اشتیاهی است، کم تحرکیتی است، کاهش ضربان قلب است، اضافه وزن شدن است، یک پوندیدگی یا ایدیما میتونه در نزد یک فرد ایجاد شود، ریزش موها هست در نزد یک فرد، خشن شدن یا درشت شدن جلد است در نزد فرد که میتونه جلد استاستاز زخیم شده میره، خشک شده میره، شکنن شده میره. این از جمله نشانه هایی است که میتونه در کمکاری غده تایروید در بعض موارد اتفاق بیفته در نزد فرد. ممکن گویا یک فرد یک شکایت داشته باشه، یک فرد یک شکایت دیگر نداشته باشه. در کل اختلالات خواب است، میتونه سیکل خواب در نزد فرد بر هم بخوره. در نزد خانم ها و دختر خانم ها میتونه که بیمنظمی یا نامنظمی سیکل قاعدگی را در قبال خود داشته باشه و نزد خانم هایی که پرگننت یا باردار هستند میتونه باعث سکتای متکرر شود. در نزد خانم ها اکثر خانم ها در ترایمستر اول یا دوم میتونه معروض به سقط شوند و در طفل بعدی باز هم یک حادثه تکرار پیدا شود. یعنی کسایی که سقطای متکرر را دارند میتونن آفات غده تایروید در نزد زینا هم جستجو شود یا غربالگیری صورت بگیره در وظایف تایروید در نزد شکایت. پس کمکاری غده تایروید منجر به همین شکایت ها در نزد یک فرد میتونه شود که روی زو اشاره داشتیم. و همچنان در بعضی از حالات ها فرد بسیار زیاد گوشه‌گیر است، خوش نداره که به طور مثال بار تحرک باشه، خوش نداره در فعالیت های روزانه خود سهم داشته باشه، در فعالیت های اجتماعی سهم داشته باشه. در این موارد هم اکثر مریضا شکایت داره و پیش ما که مراجعه میکنن همیشه یگانه شکایت شان همی است که دکتر صاحب ما می شکایت های را پیدا کردیم، یک کسی گفت برای ما که ممکن است مبتلا بر آفات تایروید باشه، ما اگه بتونم همین غده تایروید خود را چک بکنم. یعنی میتونه در بعضی از موارد کمکاری غده تایروید هم همین نشانه ها را در نزد فرد در قبالش داشته باشه. بعضی اوقات کسایی از کاهش وزن شکایت میکنه، از وزن نگرفتن شکایت میکنه، مراجعه میکنن که دکتر صاحب با وجودی که اشتهای من خوبتر است وزن نمیگیرم، یا با وجودی که به طور مثال کم میخورم یا رژیم غذایی به شکل متعادل یا ایدئال پیشرفت میکنه بازم من اشتهای من کمتر هست، همون پیمانه غذا مصرف میکنم ولی در کل وزن گرفتیم، چاق شدیم، ایدیما پیدا میکنن که این یک شکایت های متبارز میتونه در نزد مریضایی که مبتلا به هایپوتایروئیدیسم باشه نزدشان به ای اتفاق افته، اشتها کاهش پیدا کرده است، مریض کم غذا میخوره ولی وزن گرفته میره. ای یکی از شکایت هایش میتونه که باشه. در کل همین شکایت های هست که فرد نشان میده که مبتلا است به کمکاری غده تایروید. بله، بسیار زیاد تشکر و امید است که بیننده هست همچنان این اعراض علائم اگر در خود میبینین به تشویش نشین و به یکی از کلینیک های صحی و یا هم نزد دکترتان مراجعه کنین تا اینکه دانسته شود که شما دچار کمکاری غده تایروید شدین یا خیر. خب دکتر صاحب، کدام سنین یعنی کدام جنس بیشتر درگیر میسازه این عامل را که شما یادآور شدین در یک شخص و خود کمکاری غده تایروید مختص به جنس می باشه یا خیر، یا که میتونه هر دو جنس درگیر بسازه؟ خیلی خوب سوال را مطرح ساختین. در بس جنس کسایی که مبتلا میشه به کمکاری غده تایروید نظر به تحقیقات و تکسبوک های جدید بیشتر واقعات هایپوتایروئیدیسم یا کمکاری غده تایروید در نزد خانم ها بیشتر است نسبت به آقایان. میتونه که جنس خانم ها را بیشتر متضرر بسازن، بیشتر مستعد هستند به کمکاری غده تایروید نسبت به آقایان.
و بخصوص کسایی که مصاب میشه با آفات اولیه خود غده تایراید که نزدشان پروسیجر عملیات جراحی انجام میشه و غده تایراید ورداشته میشه، اینا بیشتر معروض هستند به کمکاری های غده تایراید که مجبور هستند همیشه از بیرون دواهای که حاوی هورمون های غده تایراید است مصرف بکنند. پس در نزد خانم ها واقعات هایپوتایرویدیسم نسبت به آقایان بیشتر است. بله، و این حرف زدن خانم های با تشویش نشن که بگن ما را بیشتر درگیر می سازن، و این تحقیقات صورت گرفته و در رده های سنی که بودن و در البته جنس دو جنس مخالف تحقیقات صورت گرفته در سازمان صحی و همچنان نظر به او در تکست بوک ها یا در کتاب ها یادآور شدن که بیشترن خانم ها نسبت به مرد ها، یعنی که بیشتر درگیر کمکاری غده تایراید شوند بیشتر می باشه و یعنی زیاد احتمال داره که یک خانم نسبت به یک آقا غده تایرویدش کم کار شده. بنابراین اگر شما اعراض علائم در خود دیدین میتونین که به یک دکتر صاحب مراجعه کنین و تشویشتان رفع شود. خب دکتر صاحب، تشخیص کمکاری غده تایروید چگونه صورت میگیره و کدام میتود تشخیصی وجود داره برش یا خیر؟ خیلی خوب، در بس تشخیص بیماری کمکاری غده تایروید یگانه راه تشخیصش کلینیکل فیچرز یا نشانهای کلینیکی که تایی بیماری پیدا میشه در نزد فرد همو هست. فردی که استوری تاریخچه خیلی مهم است که از فرد ما داشته باشیم، بعد اعراض علائم را که در پس اعراض شکایت هایی را که فرد ما بیان میکنه و دکتر در لابلای معاینات فیزیکی که انجام میده کدام نشانه هایی را به کمکاری غده تایراید دریافت میکنه در نزد مریض، این خیلی مهم است. و به قدمه سوم تستای لابراتوری هست که سنجش میزان هورمون های خود غده تایراید هست که انجام میتیم در نزد این افراد و در صورتی که کدام کتله در قسمت عنق موجود باشه بعد میتونیم تستای اکسره، سی تی سکن، حتی التراساوند از غده تایراید داشته باشیم. یعنی این تستایی هست که ما میتونیم آفات غده تایراید با انجام دادن از این تستا و تشخیص برسیم، نه تنها هایپوتایرویدیسم بلکه دیگه امراضی که در غده تایراید اتفاق میفته و منجر میشه که کمکاری غده تایراید با بار بیاره در نزد فرد. ذریعه از این معاینات و معاینات خون، معاینات التراساوند و بالاخره معاینات سی تی سکن حتی میتونیم که این آفات غده تایراید در نزد یک فرد تشخیص بکنیم. بله، پس جای نگرانی نیست و تشخیص میشه و بعد از اون نظر به امو البته رده که درگیر ساخته تداوی صورت میگیره. خوشبختانه که در کشور عزیز ما هم در طبابت کشور عزیز ما تداوی بر آفات غده تایراید وجود داره در شفاخانه های متعدد، در کلینیک ها، در دکتر صاحبایی که رشتهشان از متخصص از این بخش داخله هستن. یعنی بیماری هست که میتونه در مراحل ابتدایی از مشترک تشخیصش دکتر صاحب داخله بکنن و بالاخره اگر در خصوص تداوی دوایی جوابگو نباشه میتونه دکتر صاحب جراحی هم به این دسترسی دارن، به خصوص عملیات ها و برداشتن تومورا و برداشتن خود غده جاغر که به اصطلاح گواتریات میکنیم. یعنی در کل میتونه بین دکتر صاحب داخله و جراحی مشترک باشه و در کل تداوی وجود داره در افغانستان. یعنی هیچ نگرانی در قبال از این وجود موجود نیست که اگر ما به مثال مصاب به این آفات غده تایراید شوم تداوی مدار داخل کشور صورت نمیگیره. ولی در هر جایی که شما به ایش دکتر صاحبای متخصص بخشش مراجعه بکنین انشاءالله که تداوی در داخل کشور هست و سرگردانی شما نجات پیدا میکنه. بله انشاءالله بخیر و جای نگرانی هم نیست. اگر شما درگیر هست تایرویدتان دچار امراض هست میتونین در امی افغانستان خود ما تداوی بکنین و هیچ نگرانی وجود نداره که شما بگوین که ما چگونه بریم در بیرون از کشور تداوی بکنیم و یافته برطرف بسازیم. و دکتر صاحب چه زمان گفته میتونیم که یک غده تایروید کمکار شده نزد یک شخص؟ این بستگی داره به مو که قبلا اشاره کردیم، بستگی داره به مو شکایت هایی که نزد فرد ایجاد میشه و نشانه هایی که دکتر پیدا میکنه و تشخیص قطعی ذریعه معاینات خون تثبیت میشه، وضع میشه که فرد هم یک تی اف تی یا تایروید فانکشن تست خود را انجام بده، دیده میشه که بیلانس یا اندازه خود هورمونایی که غده درقی یا تایراید تولید میکنه به چی حد است. اونجا تترای اندازه های مشخص وجود داره که سویه تی 3 چقدر باشه، سویه تی 4 چقدر باشه، سویه تی 3 چقدر باشه. با اساس از اونو دکتر صاحبا میتونن که مشخص برای مریض بسازه که مصاب به کمکاری غده تایراید است، مصاب به پرکاری غده تایراید است،
مصاب بچی است. در صورتی که باز بیس کمکاری های قده تثبیت میشه که فرد ما مبتلا است برای کمکاری قده تایراید، باید بیس پیدا شد که آیا قده تایراید ما از نظر شکلی از نظر آناتومیک سالم است، گواتر نداره، جاغور نداره، التهاب نداره، تومور نداره. ای صرف تنها فانکشن یا وظیفش یا از نظر فیزیولوژیک افراز هورمونش کم شده، هر عاملی که سبب به وجود آمدن قده کمکاری قده تایراید شده باشه، منیجمنت تداوی زینا یا مدیریت تداوی زینا به اساس از اون عامل سببی که باعث به وجود آمدن کمکاری قده تایراید میشه میتونه دکتر سگو برشان ترتیب بده و نزد مریض تجویز شه و اساسا میتونه که فرد از این مشکل رهایی پیدا بکنه. بسیار زود تشکر دکتر صاحب، و بنان شما ازان هم امو عامل را پیدا کنین که دچار البته باعث شده که قده تایرایدتان کمکار شوه و امو عامل که برطرف کنین و نزد دکتر صاحب مراجعه کنین، انشالله که مشکلتان برطرف میشه و مرفوع میشه و شما هم از این آفت نجات پیدا میکنین. و دکتر صاحب، آیا بقایا وجود داره راجع به قده تایراید یا خیر؟ خیلی خوب سوال را مطرح ساختین. در رابطه به وقایعی که فر افرادی که مبتلا بر آفات قده تایراید هستن، کسایی که در خانواده ای بیماری را تجربه کرده، در یکی از اعضای خانوادهش اگر بس ژنتیکی یا ارثی یا خانوادگی مطرحی بس قرار میگیره، باید متوجه باشن و افراد دیگی خانواده هم هر چند وقت بتانن ای قده را چک بکنن یا هورمونایش از مورد معاینه و آزمایش قرار بدن، سطحش برشان خیلی مهم است، میتونن خدا وقایه بکنن. دوم، رژیم غذایی خیلی نقش داره در خصوص از اینا، استفاده نکردن از امو آیودین یا که حالا فعلا در ترکیب نمک طعام در اینا وجود داره که ما از او باید مصرف بکنیم، این قلت خود آیودین ها میتونه سبب وفات خود قده تایراید شود. این راکار وقایویش است. و اگر افرادی که مبتلا به این بیماری هستن، یعنی شدن یکی از امراض قده تایراید هم مبتلا هستن، یگانه راکار وقایویش همین هست که بتانن از پیشرفت از یافت جلوگیری بکنن، خیلی توجه جدی داشته باشن به پیام هایی که و توصیه هایی که دکتر صاحبای متخصص یا دکتر صاحبای معالجشان برشان توصیه میکنن. این توصیه ما همیشه برای این افرادی که مبتلا بر کمکاری قده تایراید است یا مبتلا بر پرکاری قده تایراید است یا گواتر ساخته، همیشه توصیه ما یا پیام ما همیشه برشان همی هست که دوز دوا یا مقدار دوایی را که برشان توصیه همیشه به خاطر از این بیماری ها، همیشه تا مشوره دکتر معالج یا متخصص نباشن کم زیاد نکنن، دوا را به وقت زمان مشخصش مصرف بکنن، او به اندازه ای که دکتر برشان توصیه میکنن که هر 3 ماه بعد یا هر 6 ماه بعد، هر 1 ماه بعد شما باید تست بکنین میزان هورمونی را که قده تایراید تولید میکنه. اگر او بیلانسش نزدیکتر شده باشه، دوز دوا کمتر شده میره، اگر نیک طبیعی شده باشه در بعضی موارد دوا قطع میشه در نزدشان، اگر کم شده باشه میتونن که امو دوا را به صورت دوز بلندتر برای مریض استفاده شوه. و یا ای که در بعض موارد کانسلتیشن ها یا مشوره های صورت میگیره با دکتر صاحبای جراحی بخش مربوطه، و اگر کسایی که مبتلا به تومور های خود قده تایراید هستن با بخش های آنکولوژی مشاوره صورت میگیرن، اینمی مشاوره و اینمی معاینات و اینمی توصیه های دکتر کسایی که مبتلا به ای هستن جدا در نظر داشته باشه و همیشه مطابق به می توصیه ها عمل بکنه و تداوی خود را اخذ بکنه. در صورت تعلل یا در صورت به طور مثال سلنگوری در گرفت دوا، در اجرا نکردن معاینات، اینا میتونه که پیامدهای بد را در قبال خود داشته باشه، یا دست زدن به تداوی های خودسرانه، تداوی های خانگی، اینا در راهکارهای وقایوی بر افرادی که مبتلا هستن خیلی تاثیرگذار هستن که بتونه اونم پروسه تداوی از اینا به صورت درست و معاجه انجام شد. تشکر بسیار زیاد دکتر صاحب، میرسد که بینندگان عزیز متوجه حرفاش نباشن و نادیده نگیرن، و فعلا هم میریم یک وقفه کوتاه دوباره برمیگردیم.